جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با برگشت قانونگذاران آمریکایی به کنگره این کشور با پرسش‌های قانونگذاران حزب خودش روبرو شده است. این در حالی است که نگرانی‌های در میان دموکرات‌ها وجود دارد که عملکرد ضعیف بایدن شانس او را برای شکست دادن دونالد ترامپ در انتخابات عمومی ماه نوامبر از بین خواهد برد. او فقط باید کنار برود زیرا نمیتواند که برنده شود. مایک کویگلی یکی از تعداد انگشت شماری از دموکرات های مجلس نمایندگان و سنا می باشد که علنا در مورد سلامت جو بایدن برای 4 سال دیگر در قدرت ابراز نگرانی کرده است. اما اکثریت دموکرات ها هنوز هم حمایت خود را از بایدن ابراز داشتند. پرزیدنت بایدن is the nominee. رئیس جمهور بایدن نامزد است و ما از نامزد دموکرات ها که دونالد ترامپ را شکست دهد حمایت میکنیم. این یک واقعیت است. از سوی هم قصر سفید بیان داشته است که عمل کرده بایدن در مناظره انتخاباتی یک اشتباه موقتی است. در آن شب او یعنی بایدن شب خوبی نداشت. ما در موردش صحبت کردیم. او نگرانی های مردم را درک کرد و ما مانند گذشته در میان مردم هستیم و شما فعالیت های عملی بایدن را نیز شاهد هستیم. تیسی برگرد آگاه مسائل سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن به صدای آمریکا میگوید که قانونگذاران تنها کسانی نیستند که در پیروزی بایدن نقش داشته باشند. بایدن باید نگرانی های قانونگذاران را بشنود. او با آنها در مورد مسئولیت های خود باید صادق باشد و برنامه هایی را که به این مسئولیت ها رسیدگی شود واضح کند. اما او همچنان با رای دهندگان مشکل ارتباط دارد. از سوی هم جمهوری خواهان مجلس نمایندگان روز سه شنبه گفتند که مقامات برحال باید با استفاده از اصلاحات قانون اساسی که با معاون رئیس جمهور اجازه می دهد تا یک رئیس جمهور ناتوان را از مقامش برکنار کند را در نظر بگیرند. دیگر هیچ شکی نیست که جو بایدن از این به بعد رئیس سرقماندان اعلی برای مناسب نیست. قصر صفحه دموکرات های چپ افراطی مجلس نمایندگان و رسانه ها در بیقراری کامل قرار دارند زیرا آنها می دانند که این یک حقیقت است. قرار از دموکرات ها در اواسط ماه آگوست رسما نامزد حزب خود را در جلسه نامزدی این حزب تعیین کنند.